با افتخار دعوت میکنم از یک ورزشکار درجه یک، جناب آقای نوشاد عالمیان. سلام. سلام آقا، حالتون چطوره؟ مرسی، تشکر. نوشاد یعنی چی؟ نوشاد؟ نوشاد یعنی شادی نو. شادی نو؟ داماد نو. داماد نو؟ نو، شادی نو. چه جالب. شما الان شادی نو یا داماد نوی؟ جفتشه. راست میگی؟ واقعا داماد نوی؟ ای خب نشده. نوشاد جان، خیلی ممنونم که اومدی. خواهش میکنم، من از شما تشکر میکنم که بالاخره دعوتمون کردیم برای این برنامه. بالاخره ها؟ بالاخره گفتیم. نه، یعنی که دعوت یعنی خیلی وقت پیشا منتظر بودم. چرا نجوم بیدی؟ عذرخواهی میکنم از ده بخشی. چشم. نه آقا، ما منظوری نداشتیم. خیلی خوشحالی میبینیم. مرسی، تشکر. تو در تنیس روی میز، تنیس روی میز درسته یا پینگ پونگ؟ تنیس روی میز، خب ما ایرانی ها خب میگیم تنیس روی میز، پینگ پونگ مال آسیای شرقه که از اسم توپ، یعنی از صدای توپ اسم این اسمو در آوردن. پینگ پونگ صدای توپ، توپ پینگ پونگ. آره، پینگ پونگ. ولی خب اروپایی هم که میگن تیبل تنیس، ما هم میگیم تنیس روی میز. آها، این ترجمه اون تیبل تنیس. آره آره، تیبل تنیس. چه جالب. پس آسیای شرق میگن آره پینگ پونگ. کیا خیلی قویان؟ چین، کره، ژاپن، هنگ کنگ، سنگاپور. اوه، همشون پس هستن دیگه. همشون آره. و چینی ها چند تا پینگ پونگ باز دارن؟ چی باید بگیم؟ تو چی هستی؟ پینگ پونگ باز. پینگ پونگ باز. آره، خوب. پینگ پونگ باز. چینی ها که 100 میلیون بازیکن پینگ پونگ دارن، یعنی ریجستر شدن، یعنی همشون کارت بیمه دارن. اوه، کارت حرفه‌ای. از جمعیت ما خیلی بیشتر. بالاخره تو این 100 میلیون هم 10 تا تاپ دنیا در میاد دیگه. معلومه واقعا خیلی حرفه‌ای کار میکنن، یعنی نگاهشون به این رشته خیلی حرفه‌ایه. یعنی بعضی از چیزاشون، تجهیزاتشون واقعا تو کل دنیا پیدا نمیشه، فقط و فقط برای 10 نفر اول خودشونه. این تجهیزات چی هست مثلا؟ روی راکت، راکت هست، به یک لاستیکی باید روش بچسبیم با اسفنج که به اون میگن روی راکت. خب که این تو خود چین تولید میشه برای خود بازیکنای چینی که به 10 نفر اولشون فقط میدن، به بقیه چینی هم نه. بعد اونا میتونن تو مسابقه با اونا شرکت کنن؟ آره، چون آرم ITTF داره، آرم استاندارد ITTF فدراسیون جهانی، میتونن شرکت کنن. یه لحظه اجازه بده تو با یه ذره با دوستان معاشرت کن. این از اون مزخرف هست نه؟ آره دیگه نگاه یه مقدار خیلی بروت نیا. نه بعد چه کار تکنیکی میتونی با این بکنی؟ با این راکت؟ آره ببینیم یه همچنه حرکتی. خب از چه کلمه خوشت میاد؟ چه کلمه جوانمردی رایتش میکنی به نظره؟ سعیم اینه که رایتش کنم. چه خصلت هایی باید داشته باشه؟ کسی که بالاخره دیگران رو اذیت نکنه، یعنی حق کسی رو نخوره. این برای من خیلی مهمه که یعنی یه نفر حق دیگران رو نخوره، و این تو ورزش یعنی برای من خیلی مهمه که چون تو ورزش بعضی موقع بالاخره اشتباهات میشه، آدم باید خودش وجدان داشته باشه که اون اشتباهاتو یعنی به طرف مقابلش بده، و اگر داورم مثلا پاهنو انداخت بر طرف مقابل، خود اون بازیکن پاهنو قبول نکنه. یعنی خیلی برام مهمه. و تو زندگی شخصی هم بالاخره نباید کسی حق دیگرانو ضایع کنه، و تا جایی هم که ممکنه واقعا باید بتونه به دیگران کمک کنه، یا اگر نتونست کمک کنه حالا دیگه بالاخره اذیت نکنه. از چه کلمه بدت میاد؟ باختن. باختن. اخ اخ اخ، به بازی اعصابت میریزه برم. خیلی هم میریزه. اخ اخ اخ، سعی اونه کنترلش کنیم. چجوری میشی؟ خیلی اعصابم خورد میشه. وقتی بچه بودم که
گریه و گریه که اصلا جیغ و راکت چکوندن و گریه و هر سری بابام بیاد بغلم کنه وضعیتی داشتیم. باختن پس حواست باشه نبازی. بیا اینجا باستیم با هم حرف بزنیم. بیا با راکت؟ آره آره بیا اینجا. وقتی حالت بد میشه چیکار میکنی؟ حالم بد میشه میشنم فکر میکنم. به چی فکر میکنی؟ به اینکه چرا حالم بده؟ چی شده؟ خب بعد چی؟ بعدش هم اینکه بتونم خودم کنترل کنم که بتونم حالمو بهتر کنم. چجوری؟ چجوری؟ بعضی موقع با همین پینگ پونگ. حواست جمع کن نوشت جان داماد اینو. خب دلبری ها شده شد. نتونستم اون کار رو بکنم. اینو آها آها اه باری کم باری کم شده میشه. چه صدایی داد کلم دیدی انگار زدم به چوب. بچه خواستیم بزنی به چوب بزنی به سر من. نه سر من بابا کربوندار شده دیدی. یعنی چی؟ یه چوبایی داریم که برای اینکه سرعتش بیشتر بشه بهش کربن اضافه میکنن، یه لایه بیشتر. برای همین بعضی موقع با سر بازی میکنیم سرعتی میزنیم میگیم سرمون کربن داره. دلت برای خنده کی تنگ شده؟ خنده کی؟ آها برای خنده کس تنگ نشده همون میخندم. چقدر اهل خندیدنی؟ من زیاد اهل خندیدن نیستم. بلدی جوک تعریف کنی؟ نه اصلا. یک منو تعریف کن. اصلا بلد نیستم. جان من اینو تعریف کن. خدا بلد نیستم. نوشا جان من تعریف کن. دیگه بگم جان من. بچه اصرار کنی تعریف کنی. تعریف کن. جان من تعریف کن. نوشا تعریف کن. جوک اصلا خب بلد نیستم. چه؟ بابا یه دونه. هرچی. بدترینش و لوسترینش رو. دست عوض کرد. بچه دیدون. آتیش پاره. اون لای یهو دسته رو عوض کرد. بگو یه جوک بگو. ایبا دیده چه جوی عوض کرد اصلا نگاه کن چی کار داری میکنه. بلا برده. بگو جوکو. بگو جوکو. جوک والا هم چند وقت میشم جوک خوندم اصلا یادم نمیاد چیه. لوسترینش رو تعریف کن. ما قول میدیم بخندی. اصلا فکر کنم چه جوکی بلدم الان. حالا نمیشه شما یه دونه تعریف کنیم من یادم بیاد یه مقدار؟ نه نمیشه؟ من فقط برادم بپرسم. من فقط میخندم. آشپزی چطوره؟ آشپزی؟ نه خوب نیست. آشپزیت خوب نیست؟ نه اصلا. تخم مرغ هم نمیتونی درست کنی؟ چرا؟ تو که با توپ تخم مرغ بازی میکنی نمیتونی با تخم مرغ غذا درست کنی؟ کجا رفت؟ یکم آها داری منو میدونی آره تیکه پارت میکنه. بچه های قضیه داره جدی میشه. نوشاد هر روز بیا اینجا. خیلی خوبه لاغر میشم. بیا جان هی هی او با فیر ها هی ها هی من یکی از اون صد میلیونه. چقدر حال داری میدیم بچه. فکرم که آخر عمر بتونیم ما هنگه باشیم. شما بریم ما هستیم بچه.
آخه چه حالی داره؟ کنترلتون چقدر بالاست. راست میگی؟ والا خودم ازم راضی بودی؟ میگه استعدادشو دارم؟ والا الان که خیلی عالی بود. اه به خدا منم میتونم بشم نوشاد جوان. هرچی بخواد وارد رشتش بشه باید اسم یه لقب بهش بده، اسم نوشاد بزنه روش. آماده برای 5 ثانیه لبخند معروف؟ 5 ثانیه لبخند واسه قشنگ لبخند همین بچه قشنگ. خیلی شیرینی تو، خیلی شیرینی. کاش الان بایرام بیاد بچشتت. میزان نمک رو تشخیص میده بایرام، کنترل کیفی نمک میکنه. آماده؟ 1 2 3 5 4 3 2 1. بیا 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 میکروفون بده. بیا بالا. افتخار میکنیم. ما به شما افتخار واقعا میکنیم. این جوانایی که اینطوری زحمت میکشن، بالخصوص که توی با بهترین مربی نیست، بهترین موقعیت رو ندارن، هم خودش هم برادرش که من بالا دیدم و هم دوستشون که مقام چهارم پنجم رو داره، برادرش هم مقام دوم ایران رو داره، احتمالاً چند وقت دیگه ازش جلو میزنه. من الان 10 دقیقه قبول کنه متنفر از باخت نه، ولی معلومه که من با بچه‌ها بالا صحبت می‌کردم، به این نتیجه رسیدم که به غیر از اینکه یه آی کیو باهوش، هوش بالا می‌خواد و این پسر ما واقعاً یه نبوغی داره، سلامت روح خیلی مهمه. که چقدر تو به عنوان یک ورزشکار هم باید باور بکنی که بهترینی و هم باور بکنی که هیچی نیستی در مقابل این هستی بزرگ. و من میفهمم که تو میگی باخت، کلمه باخت رو دوست نداری، ولی باید باهاش کنار بیای، به خصوص برادریتون، تو برادرت و تو دوستت، دوستیتون مهمتر از این چیزاست. اینو باید باهاش بتونید کنار بیایید. و آخرین چیزی که میخوام بگم این که این بچه‌هایی که دائم رامبو دیدی میگن پارتی ما نداریم، نمیدونم بعد سیگار میکشن، نمیدونم بی وقتشون رو حروم میکنن، روزی 8 ساعت 9 ساعت این جوونا دارن زحمت میکشن، کار میکنن، سلامتی خودشون و ادامه تداوم، این خیلی مهمه. و بعد برای کشورمون افتخار میارن. دمت گرم. حالا شده از خوشحالی گریت بگیره؟ از خوشحالی آره بعضی موقع نکنی. من آخه خیلی کم گریه میکنم. چرا؟ گریه هم نمیگیره در کل. ولی من که بابا میدونی من زرزرو هم عشقم دمه مشکمه من. ولی رامبو تو بهترینی. من الان دیدم چجوری پسرمون آوردی، بعد راکت رفتیم اونجا بازی کردی، خیلی خوبی تو. دست بگیر. متشکرم. سلامت روح، سلامت روح. رامبو جزو کسانیه که با هیچ کدوم از همکارامون رقابت نداره. یعنی رقابتی بالاخره هست، ولی هیچ وقت من ندیدم پشت کسی بد بگه، هیچ وقت ندیدم حسادت بکنه و توی همه کار خوبی تو. خیلی ممنونم دیگه، من اینقدر تشویق نکنی، خجالت دارم میکشم. به من بگو که اگه الان همین الان بخوای آرزو کنی چی آرزو میکنی؟ انشالله خداوند همه مریضا رو شفا بده، همه مریضایی که واقعا مریضیشون خیلی سخته. شما خیلی سخته این شرایط. داری کسی رو در اطرافت؟ داشتیم بله. چی شد؟
نه خوب شد، خدا شکر خوب شد. بله موندم که چه اتفاقی افتاد. هست رب خدا شکر خوب شد و خدا با انشالله همه این مریضا شفا بده. الهی آمین. آره واقعا، آره واقعا. و خنده وانه یا من الان یه چیزی بگم از همینجا، خیلی به نظرم اینو بدونید، انرژی داشتن و انگیزه داشتن و شور زندگی داشتن باعث میشه به مریضی غلبه بکنین و مریضی رو دخلشو بیارین بره کنار. روحیه مهمترین چیزه برای مبارزه با مریضی، با هر مریضی. و بدونید ما براتون انرژی میفرستیم، ما کنارتونیم. خودتون اول از همه باید یقه مریضی رو بگیرین، شبرق بکوبیدش زمین. خیلی خوب، یه سری عکس باحال، یک ویدیو باحال آماده کردیم از عکسای نوشاد. نوشاد متوجه شدی چی میشه؟ یعنی تازگی ها شاد شده؟ آره تازگی ها شاد شده، همین درسته. آره آره، شادی نو یا داماد نو. و دامادم شده تازه. داماد شدیم. کی نینیدار میشین؟ خیلی زوده. خیلی زوده؟ چرا زوده؟ سنم خواهی یه مقدار کمه. خدا من خیلی بچه. چند سالتی؟ 23 سالم. و بس بابا، بجوم. من شنیدم تو پارتی داشتی تونستی به اینجا برسی. پارتی؟ والا پارتی که نه، ولی خب هم بابام هم عموم توی رشته بودن. عموم جزه قهرمانیشو پارتی نمی کنه. من به شوخی میگم. آره. چون هیچ کس نمیتونه تو تیم ملی بره چون که پلان کس باش آشناس، یعنی چون آبرو همه میره. معلوم هست مگه دقیقا همینطوره. من به شوخی اینو گفتم، توی ورزش و توی سینما و تلویزیون و اینا خیلی کم پارتی بازی اهمیت داره، چون واقعا باید آدم ها خوب باشه. چیکار داره میکنی؟ هیچی، دارم تعادلمو به رخ نوشاد میکشم. چقدر خوب پینگ پونگ بازی کردی؟ دیدی اصلا نمیدونم، خدا خواست فقط کار. آها، برو تعادل. عرض کنم من اینجا چیکار میکنم؟ تو دوست و قشنگ منی الان اینجا مهمون مایی. بریم این ویدیو باحال از عکسای نوشاد رو ببینیم. بیان بچگی شیطنت میکردی؟ نه، خیلی آقا و گل و قشنگ آروم بودم. راست آقا که نه، آروم. الان شیطون شدی؟ الان هم صداقت داری. خیلی بریم بیان. آره واقعا آدم باور میکنه. فرهاد عایش عزیزم داریم با نوشاد عالمیان داریم گفتگو میکنیم، گپ میزنیم، خیلی خوش میگذره. بقیه رفقامون هم اینجا هستن، جای شما خالی. اکیل نه دیگه، جای شما خالی. چه همه با همین دیگه یه جایی. اینو لطفا داشته باش در طول گفتگو، اینو ببین چند وجهشو میتونی درست کنی. بلد نیستم حالا برو. من که اصلا بلد نه، اینو بلد اصلا. من فقط بلد پینگ پونگ بازی کنم. تخت 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 الکی که اصلا بلد نیستم. این مزه اصلا قهرمان قهرمان مدال بیار لوس طلا بگیره روش بعدم میاد ازش نفر اولا. واقعا داره انجام میده. تو چه میکروفون نداری؟ آه من خیلی میکروفونه. خب چیکار کنه؟ درست کنم اونجا هر چقدر میشه میتونی تلاشو تو نکنم اصلا. تلاشو تو نوشاد، اینا که میگم و در لحظه اول هر کلمه به ذهنت میرسه بگو. نوشاد زود ورزشکار از اوناست که بنزین میریزه یه سر. از لاین سه میاد توی یکی جلوی
آمبولانس وایمیسی. درست هم هست. آمبولانس رد میشه پشتش میره. یه باری همچی چیزی شد. عالمیان. زود. عالمیان. بازم ورزشگاه. خب. همه رو همچه قرار باشه اینجوری بگید. دیگه واقعا. پینگ پونگ. عشق. ورزش. بابل. بابل خیلی دوست دارم. ورزشکار خیز. ورزشکار خیز. بابل چی گفت؟ گفتی چی؟ خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. زن منم بابلیه. ای چه باحال. گرد خیابان. گرد خیابان؟ خیابون گرد. خیابان گرد میگه. خب این جواب بدین شو. خیابان گرد. فردا جون میگن شما وقتی میخواین چی؟ کهی. کهی پلا. کهی پلا. یعنی کهی پلو. کدو پلو. درست. کهی بگو چیه؟ کهی کدو. کدو دیگه. قاسم آبادی. قاسم آبادی. زود. نجام. نوشان میتونی هر کلمه بزنید میرسه بگو. یه محله. یه محله. ایران. ایران که وطنمون، عشقمون، همه چیمون. دوباره ایران. دوست داشتنی. دوست داشتنی گفت. بهترین جای دنیا. دوست داری ایرانو؟ خیلی. خیلی؟ خیلی زیاد. پرچم میره بالا، پرچم میره. خیلی حس خوبیه. آره؟ واقعا حس خوبیه. خیلی خیلی باله. واه داشت نفسم بند میمد هفته پیش سر والیبال. واه. واه. برو. نابغه تنیس روی میز ایران. نیما عالمیان. آخه برادرش. برادرش گفت. عزیزم. برادرش هم که بالا داشت راجع به نوشاد صحبت میکرد میگفت اون نابغه است. راست میگه. نیما رو بگیم بیاد. آره نیما. نیما. نیما عالمیان. نیما عالمیان. نیما. بگو دیگه. ببینم الان پینگ پونگ رو از زندگیت حذف کن در این لحظه. دنگ. چی داری بگی؟ سر خونه زندگیمون رو به خانوممون و زندگی خانواده میرسیم. آره. ولی خب خیلی سخته. خیلی خوبه. فکرش ولی سخته. تو الان پینگ پونگ رو حذف کردی رفتی سراغ زن و خانواده و اینا. الان وقتی پینگ پونگ هست چی میشه پس اون؟ اینم هست. ولی خب یه مقدار واقعا جلوگیری میکنه ولی خب. یه مقدار سختشون میشه بالاخره خانواده. آره. واقعا از این نظر یه مقدار. آقا اون حلقه رو بده. حلقه دیگه چیه؟ ببینم الان قرار باشه کیو تو زندگیت خیلی دوست داری؟ مثلا پدر، مادر، خانومم. خیلی الان میخوای به خانومت و بعدش به مادرت و بعدش به پدرت در این اول بگی همسرم یه جمله، مادرم یه جمله، پدرم یه جمله، یه چیزی بهشون بگی. خیلی قشنگه الان همه میبینن مامانت، همسرت، پدرت. چرا خجالت میکشی؟ چیز چی میخوای بگی مگه؟ نه مگه چی میخوای بگی؟ دای بد نگو. ابراز احساسات کن بشی. درسته. نه یا من تنها میذارم در این لحظه. نه در مورد همسرم که واقعا خانومم واقعا خیلی خوبه، من خیلی دوستش دارم. به خودش بگو. صداش کن. صداش کن. بس؟ نه. نه. منظورم نه ما فضول نیستیم. منظورم اینه که مستقیم به خودش بگو. یا نگو من همسرم نفر سوم شخص نگو. بهش بگو. من واقعا خیلی دوستت دارم. یعنی از وقتی که شناختمت خیلی زندگیمو تغییر دادی. واقعا خیلی کمکم کردی. حالا مادر مادر که واقعا
تو زندگی من خیلی نقش بزرگی یعنی واقعا نقش بزرگی داری، یعنی تو نیما نیما بیا نیما الان آقا یه صندلی بده، یه مبل بده. سلام، میکروفون هم نداریم دیگه. بیا با اینجا، بیا با این حرف بیا بیا ای هاشف داره، بیا بابا فرما درست کارت. حالا چطوره؟ بذار اول داره به مادرتون داره ابراز احساسات میکنه. واقعا همیشه کمکم بودی تو بچگیام، یعنی همیشه هر وقت مشکل داشتم کمکم میکردی که مشکلم رفع بشه. بالاخره مادر چیزیه که واقعا اصلا نمیشه توصیفش کرد، واقعا خیلی دوستت دارم، ایشالله که همیشه سایت بالا سر ما باشه عزیز من. و حالا پدر؟ بابام که دیگه اصلا هیچی، هم مربیمون بود پدرمون بود. بابام که واقعا تو واقعا خیلی برای من زحمت کشیدی، من هیچ وقت نمیتونم زحمتای تو رو فراموش کنم. اینو بدون که همیشه زحمتا تو ذهن من هست، هیچ وقت فراموش نمیشه، چون واقعا همه زندگی تو، هم تو هم مامان به پای من و نیما ریختیم واقعا ازتون. نیما سلام. سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بیننده‌گان عزیز، در خدمتی. خدمت از ماست. تو الان دومی، نوشاد اول؟ آره من الان. ای بابا در بچا. نه بابا عکسام تو تمرین ها دیگه می‌بره. خیلی راحت همشون. اینجوری نیست. من دوست دارم نوشاد بازی کنم. چیزش خیلی باهم راحت بود. راش میندازی آره؟ یه سال بزرگتره نوشاد. یک سال. ببین من میگم اشکم دم مشکمه. ای آره راجع مامانش و زنش و باباش که من اشکم دم. آخ. آخ شرمنده ببخش. خودش هم اشکش داشت در میومد. آره یه لحظه واقعا. نه من یه چیز در مورد زیر پتو گریه میکنه. در مورد خانومم یه چیز بگم واقعا. آره دیگه. نه واقعا این اتومات بگیر راجب شهردار بابا رو عزیزم. بس دیگه مسئول خانواده که تو برو خونه اینا رو بردار، خب میری خونه میبینیش دیگه. بله همش خانومم. بگو نه واقعا آخه سب کن یه دوربین اونجا سب کن دوربین بذار دوربین بیاد چلو چشه سب کن دوربین بگو اینجا بگو خود اون دوربینه. واقعا خیلی داری سختی میکشی الان، میدونم تو این چند وقت اخیر یعنی اصلا نبودم خونه، میدونم خیلی سخته، وقتی میبینمت میفهمم این چیزا رو، ولی خب انشالله همه چی درست میشه، مشکلی نیست، این سختی ها انشالله تمام میشه عزیزم. خدا این انشالله رو از ما نگیره. نه چون خدایش نه واقعا چون خیلی داره تو این چند وقت خیلی سختی کشیده چون نبود. تمام مردان و زنانی که بزرگ هستن کارهای بزرگ میکنن این سختی تو خانوادهشون هست، چه زنایی که کارهای بزرگ میکنن همسراشون چه برعکس، همیشه این مشکل هست یعنی. ولی به هر حال کسی که میاد با یه آدمی مثل تو زندگی میکنه مطمئنن میدونه و مطمئنن اونم این عظمتی رو که تو به دنبالش هستی میپسنده و به دنبالش هست. برست چه حرفایی زدیم نه بعد برای حرفا تمام این حرفا که زدی نیما که سرش پایین بود نوشاد هم اینجوری شد بعد گفت درسته. میدونی کی موقع که من چیز شوخی میکردم کی دندرکی همون که بغلت نشست این آره آره دندرک آها تو هم یه دندرک کن تو روش انتقامتو گرفتی. دندره دیدین چیزه؟ دندره دیدین مصریه. ببین ولی یه بار من توی باغ وحش جلو میمون دندره کردم اونم دندره کرد.
میمونا مصریه. بعد رفتم جلو قفس فیلا بعد داری کردم دندره نگیم. موضوع راجب چی بود؟ تو رفتی اونجا چی نشستی؟ دیگه جا نداشتم. آه راست میگه. یارو چیه؟ یارو میخوایم پرت کنیم. کی باید پرت کنیم؟ هممون بیان پرت کنیم دیگه. بیان دوتا برادره بندازم ببینم چی کار میکنه. بیان دوتا برادره پینگ پونگ بلدیم اینو دیگه سخت. نیما تو که... کلمه که دوست داری چیه؟ کلمه برد. برد چیلی؟ کلمه که بدت میاد باخت. نه باخت که حالا خب خیلی نمیشه توصیف کرد، خیلی بده. چیو بندازیم؟ از اینجا. از اینجا؟ یه اون بالاییه نگاه کن بزن اینجور بزن. ببین این بالاییه این 20 امتیاز داره، بقیه شاخه ها 10 امتیاز. 10 امتیاز بندازیم ببینم چه هر ها؟ این مثل کاکتوس میمونه. آره کاکتوس. درخت کاکتوس. آره. بندازیم؟ بنداز. بارا بابا. بارا بابا. این کاره نیستیم ما. بیا بیا از اینجا قشنگ با انگیزه. آه. نه بابا اینا فقط بلدم پینگ پونگ بازی. برو آفرین. اگر من هر ستاشو با هم دیگه خب. بندازم اون بالایی خب چی؟ پول میدم. پول میدم. من یه راکت میدم. کی باور میکنه که من میتونم این کارو بکنم؟ برای اینجا کی باور میکنه که من این کارو میتونم بکنم؟ یک دو سه چهار. خب بزن ستا رو. یه بار دیگه، یه بار دیگه. آفرین. من چون پیر مردم جه میشینم. اختیار دارین آقا این حرفا چی؟ حالا منه تیکه پاره میکنه. بریم بالا برادران. من همینجا هستم بفرمایید. نیما تو نمیخوای؟ نیما نیما من نیما. بفهم اعصاب ندارم زهنکمو بزنم. چه میزبانایی از آها چه به وضعی اعصاب نداری نکت باید بزنی. نیما بفهم بفهم در خدمتی. بگو که شده در حین بازی توی پینگ پونگ به خندت بگیره؟ کلا خنده زیاد پیش بیاد تو بازی. خیلی اصلا خوش خنده ای؟ خیلی خنده ها من معروفه تو پینگ پونگ. بلدی جوک تعریف کنی؟ جوک والا سری میپرسی از جا درده دارم سپرایز بیش همه چیز زنی مادم میره یه بار راست میگی؟ خب بعدن جواب بده تو. چش هرچی پرسیدن بعدن جواب بده. بعدن زنگ بزن به فردا. یه دفعه ما یه مسابقه گذاشتیم با دوستامون کی بیمزه ترین جوکو بگه من برنده شدم. چی بود؟ اولا خب بعضیا میگفتن مثلا من دیروز رفتم سینما. من گفتم جوک نیست. درسته بیمزه است. شما بیمزه ای ولی جوک باید باشه. آره آره. بعضیا هم جوک میگفتن یه ذره بامزه. من بهترین جوکو گفتم بیمزه بود. بعدم توی نمایشی هم استفاده کردم. یه بار یه هواپیما داشته رو هوا میرفته، میرسه به چراغ قرمز، وای میسته، میفته. هم جوک بود، هم بیمزه، هم خندیدم. یه گروه بیمزه اینجا جمع کردی به چیز بیمزه میشوندن. نیما حالا بگو جوکتو.
شکست. چی بگم آخه؟ علی بابا نوشات دو تا چینی خوردم به هم شکستم. چیه؟ چی میگه؟ دو تا چینی خوردن به هم شکستم. نه ولی ما رفته بودیم چی؟ دو تا چینی واقعا خوردم به هم نشکستم. خودش بیشتر خوشش. آقا جالب. خب نوشات و نیما یا هر دوتون یا تک تک یا نوشات فقط این سوالو من از مهمونای خندوانه جدیدن دارم میپرسم و ازشون یک قول میگیرم. حاضری برای این که حتی یک نفر تا چند نفر خوشحال بشن بیرون از استدیوی ما فردا پس فردا یه روزی که دیر نباشه چی کار بکنی؟ مثلا من میتونم بهت پیشنهاد بدم که بریم با هم دیگه در یک میدونی واستیم، تو 100 تا شاخه گل من بدم بهت، هر کی رد میشه اینو با آدم هدیه بدی بگه که روز خوبی داشته باشه. حاضر این کارو بکنی؟ بله. نیما تو هم حاضری؟ 100%. آره؟ من دوست دارم که به یکی که محتاجه تو مثلا تو ورزش پینگ پونگ خیلی هستن، خب دوست دارم بهش برم از نظر امکانات همه چی بهش کمک کنم. مثلا پینگ پونگ در ورزش پرخرجه، من دوست دارم برم به اون طرف هم بگم که بهش همه چی بدم دیگه، چون خودم دست بالم بازه میخوام بهش کمک کنم اونو بیارم سطح بالا. خیلی گرونه، دو هفته به دو هفته بعد عوض بشه. خیلی آره؟ دوست دارم بکنن چسب بزنم، هم چسبش گرونه هم رویش، مخصوصا در لبلای بالا. خیلی دوست دارم این ورزش رو ولی نمیتونم. نیما حاضر یک نفر رو ما پیدا کنیم که پینگ پونگ بازی میکنه، خیلی با استعداده ولی امکاناتش کمه، تو براش امکانات جور میکنی درست. که بتونه به ادامه بده به این ورزش. دمت گرم. تو هم حاضر اون صد شاخه گل رو در میدونی که با هم تصمیم میگیریم کجاست یه روز با هم بریم اینا رو هدیه بدی به آدما و بگی روزتون خوش. آره حاضرم و برای همین که نیما گفت به یک پینگ پونگیست دیگه برای شرایط رو فراهم کنیم که بتونه شروع بکنه. یه نفر دو نفر عالیه. دمتون گرم. خیلی خوب، من میام اونجا اینو برمیدارم اعصابتون خورد نشه. عمر کنف کرد. اختیار داری. سخت بود. خب دندره نکنی یا نوشاد عزیز و همینطور به نیما، چون قرارمون این نبود که تو بیای و یهو تصمیم گرفتیم که تو به ما ملحق بشی، این رو به جفتتون هدیه میدم ولی بعد به هر کدومتون، یعنی یه دونه به اون یکی هم هدیه یه که ما به پاس حضور تو، مهربونی تو، خوشرویی تو و تصمیمی که گرفتی تقدیمت میکنیم و آرزو میکنم که همیشه خوب و سرحال باشی. لطفا یه جایی بذار در کنار اون آره نشانه های قهرمانی که داری و هر روز بهش لبخند بزنیم به ما برمیگردیم. ما هم برمیگردیم به تو برمیگردیم. باعث افتخار ماست که همچین هدیه داریم از شما و آقای آیش دریافت کنیم. مخلصیم. به علاوه این که ستار 724 مربع هدیه ای داده که من باید تقدیمت بکنم و مبارکت باشه. از شما درد نکنیم. مخلصیم. یه چیزی میخواد بگه از یه نفر میخواد تشکر، از خانومت باز میخواد. یه نفر ویژه میخواد تشکر کنم. یه نفر ویژه، چون همین الان که داشتم میومدم اینجا یه خبری بهم رسید، واقعا خیلی خوشحالم کرد که منو به عنوان منتخب آسیا انتخاب کردن تو آسیا که با منتخب اروپا بازی داریم دوام مرداد. این یکی از بهترین اتفاقات زندگی ورزشی من بوده واقعا و من اینجا میخوام از آقای افشین بدی تشکر کنم، چون ایشون واقعا برای من و نیما خیلی زحمت کشن. نیما را امسال جز دو نفر برتر آسیا انتخاب کردن، برای تر توسعه جهانی انتخاب کردن که واقعا ایشون توی زمینه خیلی رایزنی کردن و همینطور فدراسیون پینگ پونگمون. ولی آقای بدی واقعا
تو این چند سال هم از نظر ورزشی هم از نظر زندگی شخصی من خیلی به من کمک کردن. واقعا از اینجا بهشون میگم دستتون درد نکنه، واقعا تشکر میکنم ازتون و هیچ وقت هم زحمت شما از ذهن ما فراموش نمیشه. واقعا لطف داشتید به ما. دمتون گرم. تمام کسایی که پرچم ایران رو به اهتزاز در میارن برای همه ما قابل احترام، قابل افتخار و فراموش نشدنی هن. دمشون گرم، خیلی دوستشون داریم و صندلی ها داره تکون میخوره. آره واقعیه جلال خان. پس بریم بیان. Oh, 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 oh